ما چه میدونیم یار امام زمان بودن یعنی چی؟ ما چه میدونیم اگر خدا قبول بکنه که بتونیم نوکر امام زمان، یاور ولی عصر علیه السلام باشیم، این چه مقامی است؟ به خدا قسم، ببینید قسم دارم میخورم، به خدا قسم مقام یاری ولی عصر علیه السلام به وهم ما هم نمیاد که چه مقام بلندی است. من یه گوشش رو فقط خدمت شما نقل میکنم، یه گوشش که میفهمم، حالا اونی که نمیفهمم که خیلی زیاده، اون گوشه ای که به ما رسیده، تا شما ببینید مقام یار امام زمان بودن یعنی چی. اون وقت لحظه به لحظه از خدا بخوای و تو رأس دعاهاتون، تو قنوت نمازتون، تو دعاهاتون باشه که خدایا ما رو جزو یاران حضرت در ظهور و غیبتش قرار بده. علامه عالم وجود امام صادق فرمود اگر من مهدی رو درک می کردم تمام عمر خادمش بودم، لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی. جدش امام صادق فرمود اگر من او رو درک می کردم تمام عمر خادم او، تمام عمر خادم او بودم. حاجی نوری تو کتاب نجم الساقه بهش نقل میکنه از کفعمی که از علمای پر رمز و راز شیعه بوده، که کفعمی در کتاب مصباحش میگه دور حضرت ولیعصر امام زمان علیه السلام افرادی همیشه به عنوان یار حضرت هستن و مأموریت هایی که حضرت بهشون محول میکنه رو انجام میدن در هر زمان. اینجوری که کفعمی نقل کرده ترتیبشون اینجوریه که 4 حلقه هستن، 4 رتبه هستن. حلقه اول 4 نفر از اوتاد، حلقه دوم یعنی رتبه دوم 7 نفر از ابدال، حلقه سوم 40 نفر از نقبا، حلقه چهارم 360 نفر از رجال الغیب. این 4 حلقه یعنی 4 رتبه دور حضرت رو گرفتن. این یاران غیر از یاران 313 نفر هنگام ظهورها، این مال همین زمان ماست، این مال همین زمان ما، زمان غیبته که دور حضرت رو اینجوری گرفتن. تو دعای ام داوود، اونایی که اهل اعتکاف هستن میدونن، تو دعای نیمه رجب، دعای ام داوود تو مفاتیح هست، السلام علی الابدال والاوتاد. ابدال اوتاد کیان؟ همینایی که دور حضرت رو گرفتن. اینا در هر زمانی هستن ها، اینا در هر زمانی هستن. اگر جزء حلقه اول و دوم شدن کار مشکلی است، جزء ابدال و اوتاد شدن کار مشکلی است، جزء حلقه سوم و چهارم شدن کار مشکلی نیست. همین الان یار میگیرن ها، ولی عصر علیه السلام تو همین زمان ما یار میگیره. اینا هم عمرشون عمر معمولیه، مثل عمر خود امام زمان طولانی نیست، همین عمرای معمولی. یکیشون که از دنیا رفت از مردم متدین یکی دیگه جایگزین میشه، بقال، کاسب، عطار، محصل، روحانی، یکی از مردم معمولی که ما به چشممون نمیاد، عددی حسابش نمی کنیم، این میشه جزء همون کسانی که حضرت ولی عصر علیه السلام از یاران حضرت ولی عصر و مأموریت های رو به میسپارن. اگر جزء ابدال و اوتاد شدن کار مشکلی است، جزء اون حلقه سوم و چهارم شدن امکان پذیره ها. و اگر جزء حلقه سوم و چهارم شدن هم اگر بگید کار مشکلی است، حداقل آدم کاری بکنه. آقا وقتی نگاه میکنه به شیعش و به این محبش دلش خوشحال بشه. حداقل ما میتونیم این کار رو بکنیم که جزء این 4 حلقه نمیتونیم باشیم، اینو میتونیم که جفا نکنیم به حضرت، دل آقا رو نسوزونیم. چقدر شیرینه، چقدر امید بخشه که آدم بفهمه دست مقدس امام زمان علیه السلام اینچنین پشت صحنه داره کار میکنه. به خدا قسم دارم، قسم جلاله میخورم، به خدا قسم اگر دست مقدس ولیعصر علیه السلام پشت ما، پشت شیعه نبود، ولو پس پرده اگر نبود، شیعه تا الان نه تنها 7 کفن که 70 کفن پوسونده بود. شیعه تا الان 70 کفن، فقط یه حمله مغول تو قرن 7 کافی بود که کلک شیعه کنده بشه بره. تازه اون حمله مغول تو قرن 7 از شرق همراه شده بود با صلیبی ها از غرب، حمله صلیبی ها از غرب، که اینا مثل یه قیچی اتفاقا توی یه برهه‌ای از زمان هم همدست شدن برای قطع کردن اسلام. ولی عجیب اینجا بود که
یه مرتبه ریشه بنی عباس قطع شد و شیعه تو اون وسط سالم موند. آدمی که حساب امام زمان و پشت پرده و کانال دو رو به قول معروف اصلا قبول نداشته باشه، میگه اینا اتفاقی و شانسی بود دیگه. شانسی بود که تو اون حمله مغول و تو اون جنگ صلیبی شیعه سالم بود. اما اون کسی که حساب دستش باشه میدونه که یه دست مقدسی است که کارا رو هدایت میکنه. به خدا قسم اینایی که دارم عرض میکنم روی حساب دیگری است که شما به عنوان یک شیعه باید اینا رو تو محاسبه هاتون بیاری. سعدی آخر بوستان یه اشعار شنیدنی داره. ای سرو بالای صحیح، بالا و راست قامت، کس حالت جان آگهی، از همه حالات ما آگاه هستی، و از هر که در عالم بهی، ما نیز هم بد نیستی. یه نگاهی هم به ما بکن آقا. گفتی به رنگ من گلی، هرگز نبیند بلبلی. آری نکو گفتی، ولی ما نیز هم بد نیستی. ای شاهد هر مجلسی، آرام جان هر کسی، گر دوستان داری بسی، میدونیم آقا رفقای خوبی داری، گر دوستان داری بسی، ما نیز هم بد نیستیم. یه عنایت به ما کن. من خودم عرض میکنم آقا من بدم، لایق شما نیستم، اما یقین دارم که شما به قدری خوب هستی که ترد نمیکنی. اون کسی که میخواد با شما باشه رو رد نمیکنی.